يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. درس امروز قاعده ادغام. يا حامل القرآن. ادغام قاعده سوم نون ساکن و تنوین می باشد. سوال: ادغام چیست؟ جواب: حرف را به حرف درآورده خواندن را ادغام گویند. يا حامل القرآن. سوال: ادغام چند خیل می شود؟ جواب: دو خیل. یکم با غنه، دویم بی غنه. سوال: غنه چیست؟ جواب: از دماغ برآوردن آواز را غنه گویند. یعنی نه تنها از دهان و قسم آواز از خالیگی بینی می براید، این ادغام می باشد. برای در عمل فهمیدن این قاعده، با انگشتان بینی خود را محکم می کنیم و حرف های میم و نون را تلفظ می کنیم. یا حامل القرآن. سوال: حرف های ادغام با غنه چند تا است؟ جواب: 4 تا. یا، میم، نون، واو. سوال: حرف های ادغام بی غنه چند تا است؟ جواب: 2 تا. لام، را. یا حامل القرآن. ادغام با غنه و بی غنه. سوال: ادغام با غنه چیست؟ جواب: نون ساکن یا تنوین به یکی از این حرف های یا، میم، نون، واو روبرو آید، نون را به درون این حرف درآورده با دماغ خوانده می شود. یعنی حرف نون خوانده نمی شود و حرف بعدی دو تا کرده و از دماغ برآورده خوانده می شود. مثال: میم این خیر یره. اگر شما اعتبار دادید، ما حرف نون را نخوندیم و حرف بعدی را دو تا کرده از دماغ برآورده خواندیم. میم این خیر یره. یا حامل القرآن. سوال: ادغام بی غنه چیست؟ جواب: نون ساکن یا تنوین به یکی از حرف های لام و را روبرو آید، نون را به درون این حرف درآورده بی غنه خوانده می شود. یعنی نون خوانده نمی شود و این حرف ها دو تا کرده و بی غنه خوانده می شود. مثال: مر ربهم رزق لکم. اگر شما اعتبار دادید، ما حرف نون را نخواندیم و حرف بعدی را دو تا کرده و بی دماغ خواندیم. مر ربهم رزق لکم. یا حامل القرآن. ایضاح: اگر بعد نون ساکن حرف واو و حرف یای در یک کلمه آید، ادغام کرده نمی شود، بلکه اظهار یعنی رفشان کرده خوانده می شود. مثال: دنیا، منوال، صنوان، قنوان. این چهار کلمه از قاعده ادغام بیرون هستند. یا حامل القرآن. در آخر یک چند مثال ها از آیت های قرآن کریم برای ادغام با غنه و بی غنه می آریم. مرحمت این مثال ها را گوش کرده و تکرار کنید. یا حامل القرآن. ولن نشرك شيء نكر مما خير من فمن يعمل خيرا يره من ولي شيء وكيل
شيء وكيل يا حامل القرآن من لدنه فتنة لهم من ربك غفور رحیم. این بود پایانی درس این روزه. خداوند به هر یکی ما و شما آموختن این علم را آسان گرداند. برادر و خواهر عزیزم، شما می توانید در کانال ما نوارهایی که خصوصا درباره مخرج حرف ها هست یافته، از آنجا تماشا کرده مخرج حرف های زبان عربی را آموزید. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.